پل لندن از کار افتاده است. طبق گزارش ها این کدهایی است که طرح اقدام و رویدادهایی را که به دنبال مرگ ملکه الیزابت دوم رخ می دهد راه اندازی می کند. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، کانال بدانیم. امروز میخوایم در مورد 10 رویدادی که بعد از مرگ ملکه الیزابت دوم رخ میده گزارش تهیه کنیم. روز سیاهی خواهد بود، البته برای اونا. ملکه محسن ترین پادشاه بازمانده در جهان و تودانی ترین ملکه بریتانیا خواهد مرد. چارلز به عنوان 10 پادشاه بریتانیا از این سلسله تاج گذاری خواهد کرد. تاج و تخت هرگز بدون مراقبت رها نمی شود. در صورت مرگ ملکه، چارلز به طور خودکار پادشاه می شود. او یک روز پس از مرگ مادرش در مراسمی در کاخ سنت جیمز به عنوان پادشاه چارلز سوم معرفی خواهد شد. او سوگند یاد خواهد کرد که از کلیسا محافظت کند و سپس به یک تور فوری در بریتانیا خواهد رفت. از ادینبورگ، کاردیف و بلفاست بازدید می کند. وی سپس با رهبران دولت‌های واگذار شده دیدار خواهد کرد. همانطور که چارلز سوگن یاد می کند، بریتانیا ملکه جدیدی به نام کامیا همسر چارلز را خواهد شناخت. رویداد شماره 9. نخست وزیر و کشورهای مشترک آن منافع متحد خواهند شد. بلافاصله پس از مرگ ملکه، نخست وزیر انگلیس در جریان قرار خواهد گرفت. او سپس به 15 دولت خارج از بریتانیا که ملکه در آن رئیس دولت است اطلاع می دهد. سپس 36 کشور مشترک و منافع دیگر که ملکه در آنها نقش اول را دارد مطلع خواهند شد. کشورهای مشترک و منافعی مانند استرالیا، کانادا و نیوزلند. ای تو روحش، نصف دنیا دستشه. البته تمامی نشریات خبری مداحی ملکه را در پرونده خود خواهند داشت و دقیقاً برای این سناریو تمرین کردند. رادیوها، جراید و تلویزیون احتمالاً برنامه‌های خود را به سرعت به روزرسانی می‌کنند تا از دیگر رقبا عقب نیفتند. بی بی سی، پخش کننده عمومی بریتانیا، هیچ برنامه کمدی را در کانال اصلی خود اجرا نخواهد کرد. شماره 7. پارلمان بلافاصله پس از مرگ فراخوانده می شود. هم مجلس اعیان و هم مجلس اعوان. اگر پارلمان در تعطیلات باشد، انتظار می رود که نمایندگان به سرعت به لندن برگردند. اگر نخست وزیر در لندن نباشد، انتظار می رود او نیز به سرعت به لندن بازگردد. این احتمال وجود دارد که پارلمان سایر کشورهای مشترک و منافع نیز تشکیل جلسه دهند. رویداد شماره 6. 12 روز عزای ملی در بریتانیا برگزار خواهد شد. مرگ ملکه باعث 12 روز عزای عمومی در بریتانیا و همچنین سایر دوره‌های سوگواری احتمالی در کشورهای مشترک و منافع خواهد شد. در روز مرگ او پرچم‌ها به حالت نیمه افراشته در می‌آیند. بسیاری از مشاغل کارمندان خود را به خانه می‌فرستند. پارک‌های سلطنتی همه بازی‌ها را ممنوع خواهند کرد. و برخی از ورزش‌های بین‌المللی و ملی ممکن است لغو شوند. برای آنهایی که اینطور نیستند، سرود ملی در هر مسابقه خوانده خواهد شد. تشییع جنازه ملکه 9 روز پس از مرگ وی برگزار می‌شود. و در ایام سوگواری احتمال می‌رود که ادای احترام به ملکه از سوی مردم برگزار شود. بورس در روز تشییع و شاید روزهای بیشتری در ایام سوگواری تعطیل خواهد شد. تشییع جنازه او یک تعطیلات ملی در بریتانیا خواهد بود. و همچنین ممکن است در سایر کشورهای مشترک المنافع این روز تعطیل باشد. پایان پارت اول. در پارت بعدی در مورد یکی از رویدادهای احتمالی، یعنی فروپاشی کشورهای تحت سلطه انگلیس در صورت مرگ ملکه صحبت خواهیم کرد. لطفاً با لایک و سابسکرایب ما را حمایت کنید. ممنونم.